ببینید دوستان یه ویدئوی چند وقت پیش داده بیرون تحت این عنوان که شما اگر ناراحت هستین توی ایران به یا آمدین ناشکرید جمهوری اسلامی خیلی خوب عمل کرده و شرایط زندگی شما در ایران نسبت به سایر کشورها تو کل دنیا خیلی 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 بهتره خب با, با, با ارائه یه سری از آمارها داره این رو اعلام میکنه که ما هم در مورد این میخوایم صحبت کنیم امشب آر بجا داید. اعلام میده. اینکه خودش اول برنامه توضیح داد من نمیدونم که چرا د... تازه اومد نه حالا چند تا تازه اومدن متوجه نشدن من گفتم قاسم میگه حس سلیمانی ولی خوب بود من قبول دارم حس سلیمانی عالی بود حس به فخری زاده هم عالی بود میگه که سیزده نفر یا آب تمیز نمیخورن یا منبع آبی, آبی آنها آلوده است هر صد نفر میگه از هر صد نفر هفتاد و پنج نفر موبایل دارن ولی 25 نفر موبایل ندارن تو دنیای امروز فکر کن هر صد نفر اعضای کره زمین شهروندان کره زمین بیست و پس هر صد نفر 25 نفر این موبایل رو ندارن چند نفر شما چند تا موبایل دارید فکر کن از هر صد نفر 25 نفر اصلا موبایل ندارن تو کره زمین میگه از هر صد نفر در دنیا سی نفر دسترسی به اینترنت دارن و هفتاد نفر شرایط اتصال به اینترنت را ندارن یعنی از هر صد نفر تو دقت کن فقط سی نفر میتونن مثل ما اینترنت داشته باشن دارید الان منو نگاه میکنید با این کیفیت و اینا میگه که از هر صد نفر هفت نفر تحصیلات دانشگاهی دارن ولی 93 نفر تحصیلات عالی ندارن یعنی از هر صد نفر هفت نفر میرن دانشگاه تحصیل میکنن دنیا میگه از هر صد نفر در جهان 23 نفر مسیحی هن 22 نفر مسلمان هن 14 نفر هندو هن اه هندو چقدر داریم خبر نشم 7 نفر بودایی هن 12 نفر سایر ادیان مختلف هن و 12 نفر اعتقاد به هیچ دینی ندارن خب حالا اینجا این آمار به ما حالا ادامه خواهد داشت چی رو میخواد نشون بده؟ اگر شما غذای خوبی میخورید آب تمیزی دارید و میتونید همین الان اگه داری اینترنت میبینید با من و به دانشگاه اگر رفتی شما جز دسته خوشبختی هستی که فقط هفت درصد اعضای کره زمین رو تشکیل میده یعنی شما جز اون هفت درصدی ای. اگر اینترنت داری آب تمیز داری میخوری غذای خوب میخوری بالاخره و در حقیقت میتونی وارد اینترنت بشی خب دانشگاه هم رفته باشی شما این دانشگاه رفتنش رو نمیدونم چرا اضافه کردن برای اینکه یه جوری میگه دانشگاه رفتن انگار خب خیلی نرفتن انگار که دانشگاه نرفتن به باید اگه, اگه میخواست یه چیز بهتری بگه باید میگفتش که مثلا آماری رو میامد نشون میداد که اگه آخه خب دانشگاه نرفتن خیلی مهمی نیست نه, از نه. بیشتر به خاطر اینه که توی فرهنگ ایرانی رو داره مثلا اون بر اساس فرهنگ آره. ایرانی داره میگه چون خیلی از خانواده های ایرانی و تو خود ایران اکثرا دانشگاه رفتن و یک اصل همه بعد آره. از یا پس بعد از دیپلم دانشگاه برن رو این اصل داره اینو میگه میگه شما هم چون خیلی از ایرانی ها دانشگاه رفتن م. واقعا خب منم دانشگاه رفتم دانشگاه دانشگاه. ایران که بودم دانشگاه تهران بودم ولی این تو ب... توی ایران خیلی این چیز مهمیه ولی تو دنیا این چیز خیلی مهمی نیست ایران اصلا نیست اصلا واقعا یه خیلی کمی میرن دانشگاه برای اینکه دارن چیزایی رو یاد میگیرن که واقعا برای کار لازمه نه قرآن عربی و ادبیات و این چیزا یاد نمیگیرن ولی خب یعنی هم کامیونیتی کالج و اصلا من مف... حالا اون یه بحث دیگه است ام... ببین موضوع اینه که اگه معیار بهتری میخواست بده حالا اینو برای ایرانیا داره میگه آه دانشگاه نرفتن خب نرفتن که نرفتن ولی اگه معیار بهتری میخواست بده به نظر من میگفت باید یادم نیست که معیاری رو من یه زمان قبل دیده بودم اگه اشتباهه به ما بگین ولی کسایی که قضا به غیر از غذا امروزشون دارن یعنی مثلا غذا تو یخچال دارن و لباس رو تنشون دارن و یه سخت بالای دارن از اکثر مردم دنیا چیزه؟ ثروتشون بالاتره یعنی خوشبختره خب بر اساس این داره میخواد بیاد بگی که پس شما باید چیز کنید متشکر باشین از این موضوع که یعنی شکایت نکنید این خیلی حرف بیخودیه به نظر من ببینید اگه شما میتونید خودتون رو مقایسه بکنید با کسایی که از شما کمتر دارن که احساس احساس این بکنید که افسر نکنید خب اینو بکنید خب ولی وقتی که میخواین به دولتتون نگاه بکنید ببین اگه از لحاظ روانی اگه شما خودتون میخواین افسرده نباشین خب آره خودتون که با... بابا چرا اگه صحبت نمیکنی خودت میتونی آره میبندمش بابا اگه میخواین از لحاظ روحی خودتون شخصی افسرده نباشین خب خودتون رو با کسی که بالای شما هستن مقایسه نکنین خودتون رو با کسایی که از زیر شما هستن مقایسه کنید خب ولی وقتی که میخوایم بیاین کسایی که مسئولن کسایی که سر کارن کسایی که دولتن کسایی که وظیفهشون اینه که از شما نگهداری کنن از کشورتون نگهداری کنن شما میخواین بیان ببینید اینا چه, چه, کاری انجام دادن آیا کارشون خوب بوده چه کارشون خوب نبوده شما باید اینو هم، با همه بیان مقایسه کنید نه با جاهایی که از همه بدتر بودن خب و نه و باید همه شرایط رو با هم حساب بکنین خب یعنی مثلا شما بیاین الان مثلا ایران رو بیاین با سودان مقایسه بکنین که بیاین ایران رو مثلا با کجا میخوایم مقایسه کنین خب یعنی باید بیاین نگاه کنین که مثلا تو این چهر سال گذشته ایران نه فقط چقدر پیشرفت کرده پیشرفتش نسبت به یک کشوری که شرایطش به همون شکل با ایران بوده توی چهل سال گذشته چقدر بوده خب مثلا شما نگاه کنید ممکن نگاه ببینید که اقتصاد ایران جی دی پی پر کپیتالش رشد کرده از چهل سال گذشته خب جی دی پی نه نمیدام. جی دی پی پر کپیتال میدونید شما چیه ام... بابک تو میدونی جی دی پی پر کپیتال چیه جی دی پی تعداد مقدار تمام ثروت یک کشوره خب مثلا توی توی یک سال جی دی پی پر کپیتال تقسیم این تعداد شما نمیتونین که ت... تمام ثروت یک کشور رو کنید البته بعد از این من یه سری نمودار به شما نشون میدم خب شما جی دی پی یک کشور رو نمیتونید بیان نگاه کنید برای اینکه خب جمعیت یک کشور با یک کشور دیگه بعضیشون کمتر هم بعضیشون بیشتر از شما اصلا یه مثلا ایران رو اگه بخوایم با چین مقایسه کنیم خب چین انقدر جمعیت داره جی دی پی رو مقایسه کردن خیلی منطقی نیست باید تقسیم بکنید این جی دی پی یک کشور رو تقسیم بکنید با تعداد جمعیت کشور برای این بهترین مقایسه ای ای این که ببینید کشور چقدر پیشرفت کرده یا نکرده جی دی پی پر کپیتا یعنی جی دی پی تقسیم بر جمعیت اون کشور خب شما باید بیان اینو مقایسه کنید چقدر رشد کرده و نه تنها چقدر رشد کرده چقدر رشد کرده نسبت به کشورهای دیگه آره تولید ناخالص ملی تقسیم بر جمعیت یا سجا تقسیم بر تعداد جمعیت برای اینکه ببینیم قسمت هر شخص چقدر بوده خب درآمد سارانه تقسیم بر جمعیت نه فقط درآمد سارانه درسته سارانه نه من اینا رو فارسیش رو نمیدونم ببخشید و ببینید مثلا شما اگه پولتون رو بذارین توی مثلا شما فرض کنید که یک شرکت رو انتخاب میکنین برای سرمایه گذاری خب و 100 دلار میذارین توی این شرکت خب و یک سال میگذره این 100 دلارتون میشه 102 دلار دو آیا این معنیش اینه که شما سرمایه خوبی رو انتخاب کردین اگه از 100 دلار رفتیم به 100 دلار دو دلار خب شما میگه خب پولم زیاد شد خب پس معنیش اینه که بهتر شد نه این منطقی نیست شما باید یه چیزی گرم در نظر بگیرین شما اگه نگاه کنین اگه ببینید تمام بازار خب به طور میانگین از 100 دلار رفت 110 دلار و شرکتی رو که شما انتخاب کردین از 100 دلار شد صد و دو دلار معنیش اینه که شما پولتون درسته که زیادتر شده از 100 دلار شده 102 دلار دو دو ولی شما 8 دلار از دست دادین خب یعنی شما سرمایه با اینکه پولتون بیشتر شده سرمایه خوبی رو انتخاب نکردین یعنی شما همه بازار رو انتخاب میکردین از 100 دلار میرفتین به خودتون یک کشور انتخاب یه سرمایه انتخاب نمیکردین به هم... پولتون میذاشین تو همه بازار الان 110 بودین چون الان 102 این معنیش اینه که 8 دلار توی این سال شما از دست دادید برای شما اگه میخواین ایران رو با کشور دیگه مقایسه کنین ببین که جی دی پی پر کپیتا چقدر رفته بالا توی مثلا این 40 سال گذشته نمیتونیم بگین خب آها رفته بالا نگاه کنیم ما با 40 سال دیگه رفت جی دی پی پر کپیتا بالاتر رفته باید بیا ببینید نسبت به جهان مثلا چقدر رفته بالا خب اینم حالا ما ببینیم ب... حالا اینا دو ما ببینیم مثلا بابک نظری نداری چیزی هست که بخونیم نه بگو بگو نه هم چیز کنید همش بزوا اما جز 7 درصد مردم خوشبخت کره زمینی حالا دیگه مسئله دیگه تو دیگه نمیدونم دوست دختر داری دوست پسر داری زن گرفتی یا نه اونا رو نداریم کاری با اونا نداریم غذای خوب میخوری آب خوب میخوری با رفتی دانشگاه و میتونی وارد اینترنت بشی تو جز 7 درصد خوشبخت عالم و حالا یه نکته خیلی جالب اینجا هست که اینو بهتون نگفته بودم میگه از هر صد نفر در دنیا این خیلی جالبه از هر صد نفر اعضای دنیا فقط هشت نفر به شست و پنگ سالگی میرسن یعنی 92 و دو نفر قبل از شست و پنگ سال فوت میکنن خب اگه شما سنتون بالای شست و پنج ساله بهتر نیست به جای قرقر کردن علیه نظام و فلان و اینا شک گذار باشید که جز تنها هشت درصد هستید که میتونید سن 65 سال به بالا رو تجربه کنید این خیلی واقعا مسخره است این حرف ببین ببین یعنی چی یعنی شما اگه که دولتتون اومد مثلا اومدین اعتراض کردین شما رو تو خیابون زد تیر زد کش زندانیتون کرد اگه که اومد از از اقتصادی مدیریت خیلی ضعیفی داشت نسبت به کشورهای مختلف اگه سیاست های خارجیش باعث شد که تمام دنیا علیهش بیاد یکی از از لحاظ اقتصادی تحریم بشه از لحاظ جایگاهی که تو جامعه بین المللی داره انقدر پایین باشه اگه همه این اشتباهات رو کشور شما کرد ولی شما رسیدی به سن 66 سالگی نمیتونی بیای شکایت میکنه میگه قور نباید بزنی یعنی شما چون 66 سالت شد باید بیای بگی میدونم زدی بچه ما رو کشتی جمهوری اسلامی میدونم آزادی عقاید بیان عقاید نداریم میدونیم که با چه میدونم با کسایی که شیعه نیستن خیلی سرکوب میکنی کسایی که زنان حقوق برابر ندارن میدونیم که اقتصادمون کلی بیشتر از این میتونه رشد بکنه ولی من 66 شست... من من سالم شد واقعا ممنون منم دست در نکنه که نمردم تو 65 سالگی به خاطر که ما یعنی چی آخه این واقعا مسخره ممنون خیلی... قبلش قبل 65 سالگی نزدی من چیز کنم منو بکشی به عبارتی ببین قاسم اینجا گفته خب این چیز جا جا جالبه اینو منم خودم قبل از برنامه گفتم اه... که میگه آقا اصلا معیارهای خوشبختی اینا نیستش که این شخص داره میگه اونم نشون میدیم اونم هم... قاسم اونم نشون میدیم آخر ب... اینکه تموم شد معیارهای خوشبختی هم نشون میدیم خب ولی ببینید این این حرفی که این داره درست میزنه اگه میزنه خب تو همون میشیگانی که این گفت گفتش که آه مردم آمریکا بدبختن خب آب مثلا میشیگان تو یه شهر هست که آبشون آلوده است آه آمریکا آمریکا, آمریکا مردم مستحیل میگه مردم برنامه دیگهش میگه مردم مستحیل آمریکا خب اینا همشون بیش از 65 سالگی بیشتر می... 99 درصد بیش مردم آمریکا پس تو... پس تو... چرا میگی مردم آمریکا بدبختن؟ خب اینا هم همشون بالای 65 سال <applause> تو آمریکا هم همون تو میشیگانشم هم که تو اینقدر هی میگی که آه چقدر مردم آمریکا بدبختن همونجا هم از 65 سال رد میشن خب پس اونا هم خوشبختن دیگه بر اساس معیار تو پس تو چرا اینقدر میگی مردم آمریکا بدبختن یعنی ما میارمون باید بیاد باشه بدبخترین کشوره جهان که ببینیم که دولت چجوری رو ببین این مثل این میمونه خب که مثلا فرض کن پدر خانواده شما خب اه... یه مدت مثلا با یه سری همکارا و ایناش هم فرض کنیم مثلا تو یه سال بوده که با دوستا ایناش حقوقش یکی بوده از لحاظ تحصیلات با مثلا چهار تا دوست دیگهش تحصیلات شکی بوده حقوقش شکی بود، یکی بوده خب ولی مثلا پدر این خانواده شما که وظیفهش اینه که از شما نگهداری کنه خونه رو بتونه اجارش رو بده غذا برای شما بیاره یه سال دیگه شروع میکنه مثلا مشروب خیلی چیز میخوره خیلی همش محض پرشب میره پوکر بازی میکنه چند بار سر میره سر کار از کار اخراجش میکنن مجبور میشه بره یه کار بدتری بگیره به زنش خیانت میکنه میاد خونه بچه رو میزنه مس میزنه مس مثلا داشته با ماشین میرفته ماشین رو میزنه تصدف میکنه اینا هی بعد از مثلا ده سال اینا میگذره میبینی که همه دوستاش مثلا بعضشون کلی بهتر شده خونه های بهتری گرفتن بدهی ندارن ولی شما اصلا همهش تو قرضین وضعیت تو خیلی بدتر شده و اینا نسبت به دوستاتون که ده سال پیش همتون یه جا شروع کردین خب ولی خب هنوز هم داره کار میکنه یه کارایی هم داره میکنه ولی از همه دوستات عقب افتاده خب تو میای به پدر میگی بابا تو به ما به خانواده ما خیانت کردی تو وظیفت این بود که از ما نگهداری کنی پدر خوبی نبودی این پدر اگه بره دست تو بگیره بره تو خیابون بگه نگاه, نگاه کن کارتون رو نگاه کن ببین اینا رو نگاه کن ببین اصلا اینکه تو خیابون اصلا خونه ندارن خب ببین چقدر زیادن نگاه کن همشون کارتون خوابن پس تو حق باید از من تشکر کنی حق نداری شکایت کنی یعنی چی حق نداری شکایت کنی تو حق داری شکایت کنی تو میتونی شکایت کنی خب اینکه خودت مقایسه میکنی با اینا که کارتون خوابن خب یعنی چی یعنی که تو چون که انقدر بدبخت نشدی خب ببین اگه این منطقه بخوایم استفاده کنیم معنیش اینه که مردم ایران از الان وضعیتی که الان دارن هزار برابر دیگه هم بدبختر بشن هنوز هم نباید شکایت کنن یعنی بر اساس این منطقه امیدانا تا وقتی که شما وضعیتتون مردم ایران به جایی نرسه که یخچالتون کاملا خالی نباشه و همه لباساتون هم از دست بدین که هیچ لباس فقط یه لباس رو تنتون بیشتر به از این چیز دیگه نداشته باشین خب و جا برای خوابیدن هم نداشته باشه سخف هم رو سر تا جایی که نر... تا اونجا نرسین که سخف هم رو سرتون نباشه تا وقتی که به اونجا نرسین حق ندارین شما قور بزنین از دولت شکایت بکنین این منطق امید دانه این Sorry. قولی بود که این بود که این کسای این جمهوری اسلامی این قول بود که به مردم ایران دادن وقتی که انقلاب شد که آه شما بدبخت خواهید بود صفراتون کوچکتر کوچکتر هم میشه ولی نگران نباشین از بدبخت ترین مردم ها جهان شما یه مقدار بالاتر خواهید بود خب شما حداقل یه ذره قضا تو... خواهد بود یه, یه جا برای خوابیدن دارید داره. شد میار جدیده